عجب کباب لقمه‌ایه، یه لقمه خوشمزه و اصیل ایرانی با دوغ خوشمزه خونگی. ماستم کنارش باشه دیگه چی میشه گفت. اگه میخواین این کباب لقمه خوشمزه خونگی رو یاد بگیرید، حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. من اینجا 300 گرم گوشت چرخ کرده دارم، یه پیاز متوسط رنده شده، یه مقدار جعفری خرد شده و یک قاشق پودر سوخاری دارم. ادویه هم شامل سماق، پودر پیاز، پودر کاری، فلفل قرمز، زردچوبه و فلفل نمک ببخشید و نمک. اینا رو می‌ریزم. یه دونه سیر، یه حبه سیر، یه حبه سیر له می‌کنم داخلش. حالا پر سیرم دوست داشتید میتونید سیر اضافه بریزید. و یه دونه تخم مرغ که میشه میندازم توش. یه همه موادم رو قشنگ حسابی ورز میدم. از جمله کباب های خوشمزه و خوشخوراکیه که غالبا همه دوست دارن این سبک غذاها رو. حسابی که ورزش دادید اجازه بدید یه دونه تلفنی بکشید روش و در یخچال مدت نیم ساعت بهش استراحت بدید. من یه قاشق روغن ریختم چون گوشتم چرب بود، گوشتم تو مایه به داغ بشه. اینجا من یه دونه پیاز تقریبا کوچیک رنده کردم، با آبش ریختم ولی تو کبابا آبشو نریختم. گوجه فرنگی دارم رنده کردم دوتا و یه مقداری فلفل شیرین یا فلفل دلمه میتونید رنده بکنید. ادویه ها که اینجا من میخوام اضافه بکنم همون یه دونه حب سیری که داشتم و یه دونه براش رنده میکنم میریزم داخلش. و جا پاپریکا، نمک و فلفل سیاه، اینا را میریزم داخل موادم. شعلش رو زیرش رو روشن کردم، درش رو میذارم، اجازه میدم بدون روغن کاملا پخته بشه. این گوشتایی که ورز داده بودم و استراحت کردنم حالت لوله‌ای باشه، چون میخواد لایه نون بذاریم چون کباب لقمه‌ای هست، خیلی هم ضخیم نباشه که کاملا پخته بشه. من این شکل اینا رو لوله میکنم، از موادم ورداشتم این شکلی میذارم داخل روغن داغم. باز یه دونه دیگه حالت لوله‌ای و اجازه میدم هر سمتش هم سرخ بشه کاملا، برمیگردونم تا هر طرفش هم بتونم سرخ بکنم. شکل همه رو میخوام سرخ کنم. کباب در حال سرخ شدن، من این بر یه تاب دیگه گذاشتم، سیب زمینی سرخ کرده میخوام بذارم کنار کباب لقمه. این بازی سلیقه ایه، سیب زمینی ها رو میریزم، نمک و زردچوبه بهش اضافه میکنم. این قسمت هم من یه دونه حالا دو تا گوجه و پیاز و اینا رو که با هم مخلوط کرده بودم بدون روغن گذاشته بودم، به این وضعیت رسیده. حالا ببینید کاملا آبش کشیده شده. توی این مرحله من از روغن دنبه که قبلا آموزش هم دادم استفاده میکنم، توی روغن جامد مایه فرق نمیکنه. تقریبا یک قاشق فرخالی به روغن اضافه میکنم و اجازه میدم این موادم که حسابی آبش کشیده شده با روغنم سرخ بشه، جا افتاده بشه و یه سس حسابی معرفه بشه. درش هم میذارم یه خوردم با همین روغن جا بیفته سسم. خب یه مرحله من کباب هایی که لقمه درست کرده بودم و سرخ شدن و به همین ماهی تابه که توش سس داره اضافه میکنم و اجازه میدم تو سس
گوجن در واقع تو خورده پخته بشن. شله رو کم میکنم، در تابم رو میذارم و اجازه میدم کباب لقمه یا با همین سس هم یه خورده جا بیفتن و این مرحله تمومه. وقتی جا افتادم دیگه تمومه. یه قسمت هم دارم براش سیب زمینی سرخ میکنم تا به محله سرو برسیم. یه مینی تافتون دارم که بازش میکنم، برشش ندارم. به به، عجب عطریه. کبابمو همراه سسش میچینم داخل وسط تافتونم. از ترش یه کوچولو جا بذارید این شکل. پیاز خلالی جعفری خرد شده و مقداری سماق ریختم روش. اینم کسایی که پیاز میتونن بخورن و دوست دارن اضافه بکنن، قابل حسبه، ولی پیاز با کباب دیگه یه چیز دیگه است. این کناراشو چوری تا میکنم وسط، اینو برمیگردنم روش و این شکلی لقمش میکنم. و در نهایت میتونید اوریب یا وسط یا چند تیکه میخواید. من به خاطر خوشگلیش به صورت این شکلی اوریب برشش میدم و تمام. کباب لقمه خوشمزمون آماده شده با ماست محلی یا دوغ محلی. وای عالیه. من کنارش باز پیاز خرد شده و جعفری ساتوری گذاشتم و مقداری از سس هم قسمت روی نونا مالیدم. میتونید اون قسمتشو حالا حذف بکنید، ولی دیگه عالی، چیزی برای گفتن نداره.